با سلام و درود فراوان خدمت تمام عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را طریق یوتیوب و رادیو و تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. امیدوارم که هر جا هستن خوب و سلامت باشن. جلسه نمایندگی منطقه شمال آلمان رو در تاریخ 19 مارس سال 2023 در ساعت 12:05 به وقت اروپای مرکزی آغاز می‌کنیم. در ابتدا طبق روال همیشه ابتدا از سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم و بعد میپردازیم به جلسه امروزمون. سرکار خانم طیبه نجاتیان با موضوع کنوانسیون حقوق سیاسی زنان و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خانم سیمین پوردفت با روز جهانی شعر. و در بخش بعدی بحث آزاد داریم با موضوع عدم تبعیض به مناسبت روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی. دوستان و همراهان گرامی میتونن در پایان هر بخش دیدگاه و نظراتشون رو با ما به اشتراک بذارن. من در ابتدا دعوت میکنم از خانم نجاتیان که در خدمتشون باشیم، اگر دستشون رو بالا ببرن مایکو براشون آزاد کنیم. بفرم. با سلام، ببخشید یه مقداری مایک من دیر باز شد، من عذرخواهم. درود خدمت همه همکاران عزیز. صدای من که هست آقای عربی؟ آقای عربی؟ بله هست خانومه. ببخشید. کنوانسیون حقوق سیاسی زنان ماده 1-3 و مغایرت آن با قوانین جمهوری اسلامی ایران. با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعضای متحد خواهان اجرای اصل مساوات حقوق زنان و مردان مندرج در منشور ملل متحد با شناسایی اینکه همه حق دارند در حکومت کشور خود به نحو مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده اند شرکت کنند و اینکه حق دسترسی برابر به خدمات عمومی در کشور خود را دارند و خواهان ایجاد مساوات در وضعیت زنان و مردان در بهره‌مندی و اعمال حقوق سیاسی وفق مقررات منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر مصمم به انعقاد کنوانسیونی به همین منظور به نحو زیر توافق می‌کند. ماده 1، زنان محق خواهند بود در تمام انتخابات در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی رأی دهند. ماده 2، زنان صلاحیت انتخاب شدن برای تمامی هیئت‌های منتخب عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. ماده 3، زنان تصدی سمت‌های عمومی و ایفای تمام وظایف عمومی که توسط قوانین ملی ایجاد شده‌اند در شرایطی برابر با مردان بدون هیچ تبعیضی را خواهند داشت. مسائل مرتبط با زنان در طول تاریخ و خصوصا در صده‌های اخیر از اهمیت فراوان و در خور توجهی برخوردار بوده است. زنان به عنوان بخش مهمی از جامعه انسانی در عرصه‌های مختلف فردی و جمعی منشأ تحول و تأثیر بودند. زن و در زمانی در جامعه می‌تواند اثر مثبت و سازنده داشته باشد که از جایگاه و حقوق حقه خود آگاهی داشته و از آنها بهره ببرد. محروم نمودن زنان از حقوق گوناگون خود در حقیقت بی بهره ساختن و ضربه زدن به جامعه است که در آن نیمی از افراد کارکرد و وظایف شهروندی خود را به درستی انجام نمی دهند. حقوق زنان در هر جامعه تابعی از متغیرهای گوناگون است. اگر فرهنگ را به معنای مجموعه باورها، ارزشها، عادات، سنن، رسوم
جمع ببندیم، در این صورت کیفیت و میزان حقوق زنان ارتباط مستقیم با فرهنگ هر جامعه خواهد داشت. در کنار مسائل فرهنگی نمیتوان از نقش قوانین و مقررات موجود در جامعه غفلت نمود. نمود عینی و مصداقی و در عین حال ضمانتدار حقوق افراد در جامعه در قوانین موجود آن جامعه تبلور می‌یابد. در قانون اساسی هر کشور به مثابه محکمترین و اساسی ترین قانون آن کشور به حقوق و آزادی های افراد اشاره می شود. پیوند حق و حقوق از یک سو و سیاست و زیست اجتماعی از سوی دیگر انسان ها و جوامع انسانی را با مفهوم مهم و انسانی حقوق سیاسی مواجه می کند. حقوق سیاسی و اجتماعی و به طور خاص حقوق سیاسی زنان در هر جامعه یکی از نشانه‌های مدنیت و توسعه انسانی می باشد. تبلور عینی و انضمامی حقوق سیاسی را در بالا دستی ترین سند و قانون سیاسی و رسمی هر کشور، یعنی در قانون اساسی، می توان جستجو کرد. بر این اساس با توجه به دو شاخص و متغیر مشارکت سیاسی یا همون حقوق انتخاباتی و تصدی مناسبت مناسب و موقعیت‌های مدیریتی و سیاسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. در قانون اساسی ایران برای مشارکت سیاسی زنان مانع قانونی وجود نداشته، ولیکن در تصدی مناسبت مدیریتی در مواردی خاص نظیر احراز مقام رهبری، ریاست جمهوری و قضاوت شاهد محدودیت‌های قانونی هستیم. مسئله زنان در طول تاریخ و در میان ملل، اقوام و تمدن‌های مختلف محل بحث و گفتگوی فراوان است و در این حال دامنه‌دار بوده است. آنچه مسلم است، وظیفه زنان در طول تاریخ تا به امروز چندان مطلوب و رو به سامان نبوده و مخصوصاً به جهت پاره‌ای از دلایل گوناگون حقوق اجتماعی و سیاسی زنان با محدودیت‌ها و ممانع عمده‌ای روبرو شده است. امروزه تأکید بر تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی زنان و مردان به عنوان مطالبه جهانی و فراگیر مطرح شده است. این فراگیری در پیوند با مفاهیمی چون حقوق بشر، اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، مصوب 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد و غیره خود را بر کشورها و مناطق مختلف جهان تحمیل می کند. با این تصور که ارائه شد، پرسش های مهمی پیش روی کشورها و نظام های سیاسی و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران گشوده می شود که وضعیت زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران و در قوانین و اسناد مختلف این نظام به چه صورتی است؟ عملا کارنامه جمهوری اسلامی ایران در توجه به اوضاع و احوال زنان چگونه ارزیابی می شود؟ نگرش و ذهنیت قانونگذاران و رویکرد نظری و معرفتی آنان به مسئله زنان از چه مبانی و بنیادهایی تأثیر پذیرفته و سیراب می شود؟ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخی از حقوق سیاسی زنان از جمله مشارکت سیاسی و حقوقی انتخاباتی آنها پذیرفته شده و برخی دیگر از حقوق سیاسی که شامل تصدی امور حکومتی و مناصب مدیریتی می شود به دلیل رویکرد و مبانی سنتی و فقهی قانونگذاران به رسمیت شناخته نمی شود. متاسفانه در کشور ما وقتی از حقوق و حق بحث می شود به جنبه های عمومی و اجتماعی حقوق کمتر عنایت می شود. نهادهای قضایی و حکومتی نیز به حقوق عمومی و سیاسی شهروندان و موضوعاتی نظیر حقوق سیاسی، حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و غیره کمتر توجه نشان می دهند. شاید این مسئله به این دلیل باشد که در سنت فقهی و حقوقی ما و مسلمانان به جنبه‌های اجتماعی، سیاسی، عمومی، حقوقی افراد کمتر توجه شده است. در رویکردهای سنتی و فقهی حقوق فردی و شخصی در اولویت قرار گرفته و به حقوق فردی بیش از حقوق اجتماعی و سیاسی پرداخته می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شرایط و اوضاع و احوال زنان نیز به تبع شرایط متحول و انقلابی دچار دگرگونی‌های اساسی و بنیادی شد و شرایط زنان و حقوق اجتماعی و سیاسی زنان با
چالش‌های جدی و اساسی روبرو گشت. زنان از پاره ای از حقوق خود به دور مانده و یا دور نگه داشته شدند. تلقی از زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب وظایف و رسالت مادری و تربیت و پرورش فرزندان مکتبی است. در مقدمه قانون اساسی و در ذیل عنوان زن در قانون اساسی از فعالیت‌ها و رسالت عمومی، مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان به صراحت و شفافیت سخن به میان نیامده و در مقابل به رسالت سنتی زن مسلمان در چارچوب خانواده و تکالیف مادری تصریح شده است. در بخش دیگری از مقدمه قانون اساسی بر ماهیت دینی و محتوایی اسلامی قانون اساسی تاکید شده و بحث مهم ولایت فقیه و فقهای شورای نگهبان را ضامن اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی می‌داند. به تعبیری مقدمه قانون اساسی قانونگذاری که مبین ضوابطهای مدیریت اجتماعی است و بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد، بنابراین نظارت دقیق و جدی از ناحیه اسلام شناسان امری محتوم و ضروری است در قانون اساسی کشور. و باز در مقدمه قانون اساسی و در ذیل عنوان زن در قانون اساسی از فعالیت‌ها و رسالت عمومی مدنی، سیاسی و اجتماعی زنان به صراحت و شفافیت سخن به میان نیامده و در مقابل باز هم به رسالت سنتی زنان نمسلمان در چارچوب خانواده تکلیف مادری تصریح شده است. با شکلگیری حکومت دینی و قدرتگیری فقه و گفتمان فقه سنتی، قوانین مأخوذ از فقه سنتی اسلامی در عرصه‌های مختلف حقوق خانواده، قوانین مجازات اسلامی، حقوق زنان و غیره بروز و ظهور عینی یافت. بر این اساس بر جنبه‌های سنتی و شرعی قوانین تاکید شد و جنبه‌های عرفی، عقلی، مدرن قوانین غفلت شده است. در اصل چهارم و 98 قانون اساسی با اشاره به نقش فقهای شورای نگهبان در امر تشریع و تفسیر قانون اساسی مجدداً بر تلقی‌های سنتی از قوانین حقوق از جمله حقوق زنان تاکید شده است. بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، دارایی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در اصل 98 نیز آمده است تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است. در این فضای هژمونیک یا همان سلطه‌گری به گفتمان فقه و فقاهت عرصه قوانین و مقررات و حقوق زنان را در دایره و شعاع معنایی ناشی از گفتمان یاد می کند و قرار خواهد داد. بنابراین حقوق سیاسی و اجتماعی نیست تابعی از الزامات گفتمان سنتی فقه و فقها خواهد. در کنار مسائل یاد شده از فرهنگ پدرسالار و زن ستیز در سنت‌های شرقی و ایران نیز نباید غفلت نمود. با مراجعه به فرهنگ شفاهی و کتبی به ارث رسیده از دوران گذشته، سنت بی‌اعتمادی به جایگاه و توانمندی‌های زنان به خصوص در عرصه‌های عمومی، اجتماعی و سیاسی مشهود و هویداست. در چنین فضای فرهنگی و ارزشی طبیعی است که حقوق سیاسی و اجتماعی زنان با چالش‌های اساسی و عمومی روبرو خواهد بود. وقتی از سیاست و حقوق سیاسی سخن به میان می‌آید، طیف و دامنه گسترده از موضوعات و مصادیق حق را در بر می‌گیرد. با تمرکز بر دو مصداق حقوق سیاسی، یعنی یک، حقوق مشارکت سیاسی و حقوقی انتخاباتی و دو، تصدی امور حکومتی و مناصب رسمی سیاسی و مدیریتی می‌پردازیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی اصول به صراحت از زن و درباره زنان صحبت شده و در برخی اصول به صورت کلی از حقوق افراد شامل زن و مرد سخن گفته شده است و نیز در اصل 20 قانون اساسی ذیل فرض
فصل حقوق ملت، حمایت قانونی یکسان زن و مرد در حقوق مختلف تاکید شده است، ولی به اعتقاد برخی حقوقدانان از دل این اصل تساوی حقوق زن چه در عرصه‌های سیاسی، چه فردی و شخصی بیرون نمی‌آید، چرا که در اصول بعدی قانون با مشروط گذاردن برخی اصول به قید رجولیت و یا تفسیر جنسی آنان عملا تساوی حقوق زن و مرد در مواردی نقض می شود. در این حال وقتی از عبارت موازین اسلام استفاده می شود، زمینه و بستر برای تفسیر سنتی و دینی از حقوق زن مهیا می شود. به طور خاص بر حق مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان با محوریت حقوق انتخاباتی زنان و نیز بر حق تصدی مناصب مدیریتی و سیاسی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در همه پرسی شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی، زنان با مشارکت در انتخابات و همه پرسی رأی نظر خود را اعلام کردند و از حقوق سیاسی و اجتماعی خود استفاده نمودند. با تشکیل مجلس خبرگان، قانون اساسی در میان اعضای خبرگان، تدوین قانون اساسی، حضور یک زن با عنوان خانم منیره گرجی را شاهد بودیم. در قانون اساسی به مشارکت‌های سیاسی زنان در شکل‌گیری نهادهای حاکمیتی ام از مجلس خبرگان، مقننه، مجریه و غیره توجه شده و حضور زنان در عرصه‌های مختلف انتخاباتی در عمر جمهوری اسلامی ایران منشأ تحولات و تأثیر فراوان در عرصه انتخابات کارگزاران حکومتی بوده. اما واقعا ما تو این 9-10 موردی که انتخاب داشتیم، ما هیچ تحولی به نظر من در تعداد یا تعداد ورود زنان در مجالس یا به غیر از همون یه خانم دیگه چیز دیگه ای ما ندیدیم. حق حضور و شرکت در اجتماعات، انجمنها، احزاب، تشکلهای سیاسی یکی از حقوق سیاسی افراد در جامعه است. اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط صراحت دارد که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی، اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال و آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، آزادند که فعالیت داشته باشند. اما ما عملا که نمی‌بینیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سیاسی زنان در امر انتخابات و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به مانند مردان حقوق یکسان و مساوی در نظر گرفته شده است، اما در کسب برخی مناصب مدیریتی و سیاسی برخی از محدودیت‌ها فراروی حقوق زنان گذاشته شده است که عملا عمدتا ناشی از تأثیر نگرش مرد سالانه، برداشت ها و تلقی های سنتی و فقه هاست. بر اساس اصل 91 قانون اساسی، منعی برای حضور زنان در شورای نگهبان وجود ندارد، اما در عمر جمهوری اسلامی ایران هیچ زنی به مقام در شورای نگهبان دست نیافته. در اصل 124 آمده رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. در ادوار مختلف دولت‌های بعد از انقلاب شاهد حضور زنان در کسوت معاون رئیس جمهور، وزیر بهداشت و درمان، دیپلمات و سفیر ایران در خارج از کشور و فرماندار بودیم. تنها محدودیتی که فراروی تصدیگری زنان داشتیم مربوط به استخدام آنها در قوای نظامی، ارتش و نیز احراز پست ریاست جمهوری می شود. چالش برانگیزترین مسئله ای که در خصوص حقوق سیاسی زنان در تصدی مناصب مدیریتی مطرح می شود، صلاحیت زنان برای احراز از پست ریاست جمهوری است. در اصل 115 قانون اساسی آمده است رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد. در خصوص واژه رجال، معنای لغوی آن است که در این وجه رجال در مقابل نساء می باشد. در تفسیر فقهی شورای نگهبان تا به حال مبتنی بر تفسیر جنسیتی این اصل بوده و صلاحیت زنان را برای کاندیداتوری مقام ریاست جمهوری را رد نموده است. قوه قضاییه نیز یکی از ارکان حکومتی و سیاسی است.
و حقوق سیاسی زنان در این نهاد محل بحث و گفتگوست. بنابر اصل 158 قانون اساسی به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی، مدیر و مدبر را برای 5 سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می نماید و چون وظایف رئیس قوه قضاییه ماهیت قضایی ندارد، بنابراین زنان نیز می توانند در رأس این قوه قرار بگیرند. در خصوص منصب قضاوت با عنایت به رویکرد فقهی حاکم بر قانون اساسی و مفسران آن، مناصب قضا منصبی مردانه تلقی شده و شرط ذکوریت برای قاضی محرز است. بر اساس ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، در کنار سه قوه یاد شده، نهاد رهبری را شاهدیم. در اصل 109 به شرایط و صفات رهبر اشاره شده. در تفسیر این اصل به ظاهر ممانعتی برای رهبری زنان و کسب این منصب وجود ندارد، ولی در این حال قانونگذار شرط رجولیت را برای احراز مقام رهبری مفروض دانسته است. و چون در اصل 5 و 57 بر قید ولایت امر و اطاعت امت و بر ولایت مطلقه امر و امامت مطلق تعیین شده است، در این صورت خود خود ولایت زنان منتفی می شود. و با عنایت به مبانی فقهی و دینی و رهبری در قانون اساسی و اینکه ولایت سیاسی و امر قضا که از شئون این ولایت می باشد امری مردانه تلقی شده، لذا زنان نمی توانند منصب رهبری را به دست بیاورند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مناصب مدیریت یاد شده، در مناصب دیگری نظیر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری در قانون اساسی، ریاست بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عضویت در مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصول 112، 176، 177، 110 و 107 قانون اساسی، حضور، عضویت و ریاست زنان منع قانونی ندارد. در قانون اساسی احراز چنین مسئولیت‌های خطیر سیاسی با محدودیت قانونی روبرو نیست، اگرچه که تا به حال در مناصب کلیدی که یاد شد حضور زنان را شاهد نبوده. امروز روز که موج عظیم و بنیان برافکن مدرنیته، پسا مدرنیته، جهانی شدن و مفاهیمی چون حقوق بشر، موج برابرخواهی و دموکراسی خواهی و غیره مناطق مختلف جهان را در نوردیده، ایران با چالش‌های جدیدی مواجه ساخته و ضرورت بازنگری و تدوین قوانین متناسب در حوزه‌های حقوق سیاسی زنان و تدوین و اصلاح قوانین متناسب با آن را یکی از عرصه‌های مهم بنیادی می‌دانیم. ممنون که حوصله کردین. با تشکر از همه. تشکر از شما خانم نجاتیان بابت سخنرانی کامل و جامعتون. بله، همونجور که فرموندین، همیشه زنان تفکیک شده هستند و در به خاطر اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی همیشه ربط داده به موازین اسلامی و اون سیستم مرد سالاری خودش رو حفظ کرده. دوستان در مورد سخنرانی خانم نجاتیان اگه نقطه نظری دارن خوشحال میشیم با ما به اشتراک بذارن. بفرمایید آقای عربی، مایک در برای شما باز. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، همکاران گرامی. ممنون از شما خسروپرنا، ممنون از شما خانم نجاتیان، زحمت کشیدین، ممنون بابت سخنرانی خوبتون. من فقط خواستم یه اشاره بکنم به سند توسعه 1000، که این سند هم بیشتر هدفش برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان بود در خصوص فعالیت‌های سیاسی زنان. این سندی که میشه با همه کشورها امضا کرده بودن، حتی خود ایران هم امضا کرده بود، قرار بوده که 30% کرسی های مجالس خودشون رو به زنان اختصاص بدن، ولی خب میشه با قاعدتا اصلا جمهوری اسلامی ایران همچین کاری رو انجام نداد در این باره. و در گذشتم میشه گفتش که سازمان ها فعالیت های زیادی رو در این خصوص انجام دادن، که میشه گفت یکی از سازمان ها بود که حالا دقیقا اسمش رو فراموش کردم، دو تا فعالیت همزمان با هم انجام میداد در این باره،
که فعالیت اولش این بود که بتونه زنان و مردان رو با هم تشویق میکرد که بتونن توی مجلس قانونگذاری حضور پیدا کنن و توی قانونگذاری ها سهیم باشن و حتی امتیازات بیشتری هم به بانوان میدن. هدف دومش هم این بود که مجالس قانونگذاری رو تشویق میکرد به این که بتونن قانونی جهت رفع خشونت علیه زنان بذارن، که خودش این دوتا هدف کنار هم، دوتا فعالیت کنار هم باعث میشد که خشونت علیه زنان از بین بره و میشه گفتش که یه جوری شده که مثلا خود جمهوری اسلامی که خودش یه دولت زن ستیزه، بیشتر به خاطر همینه که اجازه حضور زنان توی فعالیت‌های سیاسی رو نمیده، چون یکی از اهدافی هم که یکی از مواردی که باعث میشه دموکراسی نقش بگیره تو اون جامعه، حضور زنان و مردان توی عرصه قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری برای اون کشوره، حضور برابر با هم. ممنونم اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید. مرسی. تشکر از شما جناب عرابی. بله، همونجوری که فرمودید، زن ستیزی هست. خب تو این انقلاب نوینی هم که الان میبینیم کاملا آشکاراست که چقدر با زنان مشکل دارن این نظام جمهوری اسلامی. و در بخش بعدی ما دعوت میکنیم از سخنران بعدیمون خانم سیمین پوردف با موضوع روز جهانی شعر. خانم پوردف اگه دستون رو بالا بیارید، مایک رو براتون آزاد کنم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان، دوستان عزیزی که در لایف هستن یا در واقع اینجا حضور دارن. آقای خسرو پناه، من سیبیل پوربرودفن هستم. پور برودفن هستم و امروز اینجام که در واقع به مناسبت روز جهانی شعر که 21 مارس هست در واقع با هم صحبتی داشته باشیم. به اضافه این که قبل از شروع صحبت میخوام پیشاپیش عید سعید باستانی رو تبریک بگم خدمت همه عزیزان، اگرچه سالی که گذشت سال عزا و سوگ برای ما بود، سال بلوا بود، سال آشوب بود. امیدوارم که به هر حال سال جدید سالی پر از فرخندگی و در واقع اخبار خوب از ایران سرزمینمون داشته باشیم. همونجوری که گفتم به مناسبت روز جهانی شعر مقاله تنظیم شده و در ابتدا برای اینکه بخوایم در مورد شعر صحبت کنیم باید بدونیم که شعر چی هست. شعر در معنای لغوی به دانش و فهم ادراک اطلاق میشه که چامه، سرود، سخن و چکامه هم بهش میگن. در واقع یکی از کهن‌ترین گونه‌های ادبی و شاخه ای از هنر هست. شعر کلامی موزون که برای به اشتراک گذاشتن ایده ها، بیان احساسات و خلق تصویر هنرمندانه نوشته میشه. شعر از طریق ساختار کلمات و قافیه‌ای که خوانندگان رو با اون پیوند میده به برانگیختن قوه تخیل خوانندگان میانجامه. با همه این تفاسیر تعریف کامل و جامعی از شعر کار بسیار دشواریه، به طوری که میتونیم اذعان کنیم که شاعران و بزرگان زیادی اون رو تعریف ناپذیر عنوان کردند. بنابراین نمیتونیم یک تعریف یکسان براش بیان کنیم، اما برای آگاهی از نظرات شاعران و نویسندگان در این باب به سخنی چند از تعدادی از این نظرات اشاره می کنم. افلاطون شعر میگه که شعر علم نیست، زیرا نمیتونیم اون رو به تعلم کسب کنیم و نمیتوان به دیگری آموخت، بلکه امریست الهی و یکی از اسرار خدایان. در ملک و شعرای بهار میگه برای فهمیدن شعر خوب باید هویت شعر را تحلیل نمود. شعر نتیجه عواطف و انفعالات و احساسات رقیق یک انسان حساس متفکر هست. شعر خوب اون چیزیه که از احساسات، عواطف و انفعالات و از حالات روحی صاحب خودش، از فکر دقیق و پرهیجان و نگاه گرم تحریک شده یک مغز پرجوش و یک خون پرحرارت حکایت میکنه. و اما
محمد رضا شفیعی کدکنی شعر رو حادثه‌ای میگه که در زبان روی میده و در حقیقت گوینده شعر با شعر خود عملی در زبان انجام میده که خواننده میان زبان شعری اون و زبان روزمره عادی تمایزی احساس کنه. و رضا براهنی در کتاب طلا و مس مینویسه تعریف شعر کار بسیار مشکلیه، اصولا یکی از مشکل ترین کارها در این زمین است. شاید بشه گفت که شعر تعریف ناپذیرترین چیزیه که وجود داره و حتی در جدیدترین تعریف های صورت گرفته از شعر براهنی اذعان میکنه که شعر نمیتونه به صورت نوشتاری باشه و باید توسط شاعر خوانده بشه، چون نحوه خوانش شاعر هم اثرگذاره. شاید با مجموع این تعاریف بتونیم شعر رو عالی ترین زبان روح جمعی یک جامعه بدونیم و به قول جبران خلیل جبران، اولین شاعر جهان حتما بسیار رنج برده است، آنگاه که تیر و کمانش را کنار گذاشت و کوشید برای یارانش آنچه را که هنگام غروب خورشید احساس کرده بود توصیف کند و کاملا محتمل است که این یاران آنچه را که گفته است به سخره گرفته باشند. و اما ایده روز جهانی شعر اولین بار توسط فستیوال بین المللی شعر در مدلین کولومبیا در سال 1997 مطرح شد. سپس این پیشنهاد به یونسکو ارائه شد و در سال 1999 به طور رسمی این روز را به عنوان روز جهانی شعر به رسمیت شناختند. و برای اولین بار روز جهانی شعر در 21 مارس سال 2000 جشن گرفته شد و از اون زمان هر سال در همون تاریخ این روز جشن گرفته میشه. هر ساله سازمان علمی فرهنگ آموزشی ملل متحد یعنی یونسکو یک موضوع رو برای روز جهانی شعر تعیین میکنه و این موضوع ممکنه متناسب با موضوعی باشه که در اون سال در جهان رخ میده یا به یک جنبه خاص از شعر مربوط باشه. روز جهانی شعر به عنوان یک فرصت برای اعتراف به ارزش شعر و همچنین افزایش فهم و آگاهی در مورد فرهنگ‌های مختلف جهان توسط شاعران، نویسندگان، ناشران، محققان و مترجمان سراسر جهان گرامی داشت میشه و هر سال یک شاعر معروف رو به عنوان شاعر رسمی روز جهانی شعر انتخاب میکنن. این شاعر به دلیل مشارکت در دنیای شعر و توانایی اونها در الهام بخشیدن و ارتباط با مردم از طریق آثارشون انتخاب میشن. این روز به طرق مختلف در سراسر جهان جشن گرفته میشه. برخی از سازمان‌ها برنامه‌های شعرخوانی یا جشنواره برگزار می‌کنند، در حالی که برخی دیگه کارگاه‌ها یا مسابقاتی رو برای شاعران مشتاق برگزار می‌کنند. بسیاری از مدارس و دانشگاه‌ها هم در این روز شعر رو در برنامه درسی خودشون گنجوندن. هدف یونسکو از نامگذاری و انتخاب این روز ترویج شعر، تشویق مردم به خوندن، نوشتن و انتشار شعر هست و اینکه سهم شعر در فرهنگ بشری رو به جوامع بشناسونه. این نام همچنین بر ماهیت جهانی شعر و چگونگی فراتر رفتن اون از مرزها و فرهنگ‌ها تاکید داره. میزان اهمیت شعر از منظر یونسکو تا میزانیه که مدیر کل یونسکو در پیام چند سال قبل خود اشاره به این موضوع کرده که با کشف ظرفیت‌های بزرگ زبانی، خلق شعری سبب غنی‌تر کردن و گفتگوی میان فرهنگ‌ها و تضمین کردن صلح جهانی میشه. آیرنا بوکووا در پیامی که از خودش منتشر کرد نوشت: در جهانی که به تندی تغییر میکنه و گسترش پیدا میکنه و تغییرات اجتماعی رو تجربه میکنه، شعرا در نهضت‌های مدنی حضوری همیشگی دارن و میدونن که به چه شیوهی سبب آگاهی وجدان‌ها در مقابل بی‌عدالتی‌های جهانی بشن و چگونه به قدردانی از زیبایی‌های جهان هستی تشویق کنن. علاوه بر این توانایی این رو داریم ظرفیت‌های شعری رو در روش‌های جدید و پیام‌های کوتاهی که در شبکه‌های اجتماعی در گردش می‌باشه رو مشاهده کنیم که در عین حال حیات جدیدی به شعر خواهد بخشید، خلاقیت رو پرورش خواهد داد و شعرها و ابیات رو به اشتراک می‌ذاره که توانایی کمک به ما رو داره تا بیشتر از گذشته متعهدانه به جهان عمل کرده باشیم. علاوه بر این اون میگه ما باید اطمینان حاصل کنیم که این روح پرتبش رو زنده نگه داریم و چشمهای خودمون رو به منظور دیدن اینکه چگونه شعر توانای کمک به نزدیک شدن مردم میکنه رو باز نگه داریم. در واقع شعر نوعی هنره که از زبان برای بیان احساسات، ایده ها
و تجربیات به شیوه خلاقانه و اغلب استعاری استفاده میکنه و بخش مهمی از فرهنگ بشری برای هزاران سال بوده و از اون برای انتقال ایده ها، الهام بخشیدن به تغییر و تحمل در شرایط انسانی استفاده شده. همچنین شعر بخش مهمی از بسیاری از فرهنگ ها و سنت ها در سراسر جهانه، از سنت های شفاهی کهن گرفته تا شعر مکتوب معاصر برای بیان ایده ها، عواطف و تجربیات به شیوه های منحصر به فرد و قدرتمند استفاده شده. روز جهانی شعر تجلیل از این میراث غنی فرهنگی و یادآوری اهمیت حفظ و ترویج اون برای نسل های آینده است. اهمیت روز جهانی شعر همچنین در توانایی اون برای گرد هم آوردن مردم از طریق قدردانی مشترک از شعر هم نهفته است. این روزی برای جشن گرفتن تنوع زبان‌ها و فرهنگ‌ها در سراسر جهان و به رسمیت شناختن قدرت شعر در اتصال ما به یکدیگر. شعر میتونه به ما کمک کنه تا خودمون، یکدیگه و دنیای اطرافمون رو بهتر بشناسیم و روز جهانی شعر یادآور این نقش مهمه که شعر در زندگی ما ایفا داره. شعر به عنوان یک زبان هنری میتونه مسئله های اجتماعی و فرهنگی رو در قالب زیبایی بیان کنه و از این رو به منظور افزایش فهم و تعامل بین ملت ها میتونیم از شعر به عنوان یک ابزار استفاده کنیم. در واقع شعر میتونه به عنوان یک پل ارتباطی بین ملت ها عمل کنه و روابط فرهنگ ادبی رو بهبود ببخشه. در اینجا به چند دلیل برای اهمیت روز جهانی و ویژگی‌های عمده یک شعر جهانی اشاره می‌کنم. ترویج تنوع زبانی، بزرگداشت و انعکاس میراث فرهنگی، تشویق خلاقیت، پرورش همدلی و تفاهم، مفهوم پویا، فرم‌های متنوع، استفاده از تصاویر و لغات زیبا، عمق، قابلیت ترجمه. یک شعر گاهی فراتر از مرزهای جغرافیایی میتونه تاثیرگذار باشه. اگر یک سری ویژگی هایی رو از جمله ارتباط با تجربه های انسانی، مفهوم یا تصویر قابل تجسم، بیان احساسات و ارزش ها و همونطوری که گفتم شخصیت جهانی رو داشته باشه. شعرهای جهانی بسیار زیادی وجود دارن که میتونیم به اونها اشاره کنیم. این شعرها با توجه به تاثیرگذاری و شهرت جهانیشون میتونن به عنوان نمونهایی از شعرهای جهانی مطرح بشن. از جمله نیایش از رومن رولاند، فصلی در اقیانوسی از پابلو نرودا، آوای اشتیاق از رودکی، آهنگ خالص از ویلیام شکسپیر، باغ اثر ادوارد رابینسون و منجمد اثر رابرت فراست. البته میتونیم به خورشید نیمه شب ادگار آلن پو هم اشاره داشته باشیم. البته لازم به ذکره که این فهرست تنها چند نمونه از شعرهای جهانی هستند و شاعران دیگه ای نیز در جهان شعرهایی رو خلق کردن که در مقام اینجا نمی گنجه. جهانی شدن معادل واژه گلوبالیزیشن در انگلیسی و موندالیزاسیون در زبان فرانسه است و از زوایای مختلف قابل بررسیه. با وجود همه اختلاف تعاریف، ویژگی افزایش ارتباطات جوامع با یکدیگر و افزایش امکان اثرگذاری بر تصمیمات دیگر جوامع در معرفی جهانی شدن انکارناپذیره. از این رو همراه با جهانی شدن درجه تاثیرپذیری اقتصاد داخلی، فرهنگ بومی و حاکمیت ملی بیشتر از عوامل خارجیه. البته جوامع میتونن به تناسب میزان حضور فعال در صحنه جهانی اثرگذاری بیشتری نیز پیدا کنن که کاملا به نحوه موضع‌گیری، قدرت، مهارت و فعالیت اونها بستگی داره. شعر و ادبیات به دو دلیل عمده میتونن زبان مشترک ملت‌ها باشن و مورد استفاده جهانی قرار بگیرن. یک، شعر و ادبیات با نمادها، واژگان، مفاهیم و تجربیاتی که با تاریخ و فرهنگ یک ملت ارتباط دارن ساخته میشن. این ویژگی باعث میشه که افراد میتونن با خواندن یا شنیدن شعر و ادبیات تعاملات فرهنگی بیشتری با یکدیگه داشته باشن و از تفاوت‌های فرهنگی کمتر تحت تاثیر قرار بگیرن. دوم، شعر و ادبیات با تاثیرگذاری بیشتری نسبت به زبان‌های رسمی به افراد احساس ارتباط و همدلی بیشتری با یکدیگه میده.
بدین ترتیب شعر و ادبیات به عنوان یک زبان مشترک بین ملت‌ها میتونه به تقویت ارتباطات فرهنگی و افزایش تعاملات میان ملت‌ها کمک کنه. به طور خلاصه شعر و ادبیات به عنوان زبان مشترک ملت‌ها به دلیل داشتن نماد و تجربیات فرهنگی مشترک و تاثیرگذاری بیشتر نسبت به زبان‌های رسمی میتونن برای ارتباطات فرهنگی بین ملت‌ها استفاده بشن. شعر علاوه بر این از دیرباز بر مسائل اجتماعی جامعه هم تاثیرگذار بوده و همواره یکی از شاخه‌های ادبیات خونده میشه و بیشتر اوقات به عنوان یک شیوه ارتباطی شناخته میشه. برای اینکه تاثیر شعر بر مسائل اجتماعی جامعه هم میتونه به چندین شکل مختلف باشه، از جمله بیان وجه نظر و احساسات در مورد مسائل اجتماعی، آگاهی بخشی، تحریک به اقدام، انعکاس تاریخی و فرهنگی. همچنین شعر میتونه به عنوان یک وسیله ارتباط تعاملی در جامعه عمل کنه. شاعران با استفاده از شعر اغلب با مخاطبان خودشون در تعاملند و بستری رو برای بیان نظرات، احساسات و ایده های خودشون فراهم میکنن. این ارتباط بین شاعران و مخاطبان میتونه در تقویت و افزایش انگیزه های اجتماعی مؤثر باشه. از یک سو شعر و ادبیات میتونه در به اشتراک گذاشتن ارزش ها، باورها و ایده ها کمک بکنه. با خوندن و شنیدن شعر و ادبیات افراد به طرز خاص میتونن به هم نزدیک بشن و با همدلی در برابر مسائل اجتماعی بیشتر همدردی رو نشون بدن. شعر در مبارزات سیاسی جامعه ایران هم از دیرباز تا به امروز نقش مؤثری داشته. استفاده از شعر در مبارزات سیاسی جامعه ایران نشان دهنده قدرت شعر و شاعران در شکل‌دهی به اندیشه های اجتماعی و سیاسیه. شعر میتونه به عنوان یکی از این راه‌های بیان احساسات و نظرات مردم برای رسیدن به اهداف سیاسی مورد نظر استفاده بشه. شعر و ادبیات به دو همچنین شعر در جنبه‌های مختلفی مانند الهام بخشی، توانایی بیان احساسات و تأثیرگذاری بر افکار و نظرات دیگران هم نقش مهم می‌داره. شاعران و نویسندگان در انقلاب‌های مهم دنیا هم تأثیرگذار بودند. شعر و ادبیات در بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی از جمله انقلاب فرانسه، انقلاب صنعتی انگلیس و انقلاب روسیه و جنبش‌های مردمی در آمریکای لاتین و آسیا به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای توسعه و شکل‌دهی به ایده‌ها و آرمان‌ها به کار گرفته شدند. شعر و ادبیات میتونن به دو روش در انقلاب‌ها تاثیرگذار باشن. روش اول اینه که شعر و ادبیات میتونه احساسات مردم رو به خوبی بازنمایی کنه و اونها رو به مبارزه و تغییر تشویق بکنه. روش دوم استفاده از شعر و ادبیات به عنوان یک ابزار برای توضیح و تبیین ایده‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفیه. در بسیاری از انقلاب‌ها و جنبش‌های مردمی شعر و ادبیات برای حمایت از ایده‌ها و تشویق مردم به مبارزه استفاده شده. به عنوان مثال شعر بسیاری از شاعران انقلاب صنعتی انگلیس در سال 1830 به نام شاعران کارگری مشهور هستند، از جمله شعر درد و شیرینی و چشمان سبز که برای تشویق کارگران به اعتصاب و تظاهرات در دفاع از حقوقشون به کار گرفته شد. همچنین در انقلاب شیلی که شعر در این انقلاب هم به عنوان یکی از ابزارهای مهم برای بیان احساسات و ایده های مبارزان و فعالان اجتماعی به کار رفت. شعر به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای تحریک افکار در انقلاب شیلی شناخته شده. از شاعرانی که آثار جهانی دارن میتونیم ویلیام شکسپیر رو نام ببریم که نمایشنامه نویس و نویسنده بریتانیاییه و هملت شاهکار اون رو میتونیم به عنوان یکی از بزرگترین آثارهای ادبیاتی جهان بشناسیم. یکی دیگه از شاعرانی که آثار جهانی داره پابلو نرودایه که اون هم نویسنده آرژانتینیه و یکی از افرادی بوده که به شعرهاش بسیار تاثیرگذار بوده. شاعران بسیاری از مرزهای جغرافیایی رو شکستن و در سایر بلاد اشعار اونها زمزمه میشه. اشعار شاعرانی که مثل سعدی، مولانا، البته در جامعه ایران در مورد افرادی مثل مولانا باید به این نکته اشاره بکنیم که قبل از اینکه شاعر بودن اونها متفکر بودن و این متفکران در واقع در حوزه های شعری دیدگاه های خودشون رو خیلی راحت تر منتقل می کردن و به همین منظور یک مفهوم جهانی رو در بر می گیره. همچنین
اشعار محمود درویش، نزار قبقانی، ناظم حکمت، شیر کوبیکاس، ولادیمیر مایاکوفسکی، لنگستن هیوز، تیس الیوت، سیلویا پلات، قاعدت السمان، ویسوا شیمبوروسکا، آنا آخماتوا، برتولد برشت، پل اروار، لوی آرانگون، پابلو نرودا و غیره رو میتونیم در همین دسته از شاعران جهانی نام ببریم. نانوشته بودن تاریخ جهان، ناشناخته بودن تاریخ کامل جهان و به خصوص ناشناخته بودن مفهوم شعر در هزاره‌های پیشین سبب شده که اطلاع چندانی از تاریخ شعر در جهان و تاریخ باستانی شعر نداشته باشیم. امروزه مطالعاتی درباره تاریخ و باستان شناسی شعر در سراسر جهان وجود داره که طبیعتاً هر قوم و کشوری سعی میکنه که این افتخار رو حتی امکان به خودش نسبت بده. اما در مجموع برخی وداهای هند رو که مربوط به حدود 6000 سال پیش هست قدیمی ترین سروده‌های جهان میدونن. برخی هم گاتاهای زرتشت رو که به حدود 6000 سال قبل میرسه نسبت میدن. ولی لااقل میتونیم بگیم که قدیمی ترین سروده در ایران در واقع همون گاتاهاست. اما اکثرا وداها و گاتاها رو شعر نمیدونن و بیش از همه نخستین حماسه ها در متن خدایان و پادشاهان و پهلوانان رو نخستین شعرهای جهان معرفی میکنن که از مشهورترین اونها حماسه قدیمی گیلگمش که جزء آثار سومری ها هست میتونیم اشاره کنیم. با این حال علاوه بر این موارد که ذکر شد، برخی از قدیمی ترین اشعار جهان، اشعار سومری از یک در واقع شاعر زن به نام اندوهانا که در واقع کاهن، در واقع دختر پادشاه آکد بوده و در واقع به عنوان کاهنه معبد هم کار میکرده. شعرهای اون در اشعاری که به عنوان معروفترین شعرهای اون رو میتونیم به شعر نین مسارارا یا شعر در ستایش اینانا و همچنین بانوی بزرگ قلب رو نام ببریم. که دومین اثر رو میتونیم کتاب خواندهای مصری، شاهنامه فردوسی، اشعار هومر و سافو که سافو هم از شاعران یونانی سده هفتم پیش از میلاد هست و سافو از زمان باستان به عنوان بزرگترین شاعر غنایی شناخته شده. اون نخستین زنی بود که کنار احساسات فردی حتی خصوصی ترین احساسات رو هم در شعر بیان کرد. شعر اون بر معاصرانش تاثیر زیادی داشت و در زمان زندگیش نه تنها در زادگاهش که در جاهای بسی دورتر نیست اشعار اون خونده و دکلمه می شدن. متاسفانه در ایران توجه زیادی به این روز نمیشه، با وجود اینکه در این روز مردم بیشترین روزهای آغاز سال نو مردم بیشتر از هر وقتی از شعر استفاده میکنن و به کمک زبان شعر سال جدید و شروع بهار رو به یکدیگه تبریک میگن و به حافظ تفعل میزنن یا به شاهنامه، اما در برنامه‌های رسمی کوچکترین توجهی به این نامگذاری نمیشه و هیچ اسمی از اون برده نمیشه. به عنوان مثال سال گذشته شاید تنها مراسمی که برای بزرگداشت روز جهانی شعر برگزار شد در شیراز بود که شاید تکاپوی آخر سال و بعدم فرو رفتن در رخوت خیلی از مسائلی که رخ داد، اون هم از تک و تا افتاد. اما باز هم این سبب نمیشه که حالا که دنیا 21 مارس رو برای ما ایرانیان شروع سال جدید هم در واقع آغاز هست به نام روز شعر ندونیم. ارگان های دولتی و غیر دولتی در ایران از این موضوع غافلن، اما از این رویداد به منظور جلب توجه به شعر رو تلاش به منظور افزایش سواد شعری افراد جامعه استفاده نمی کنن. نباید ناگفته بمونیم که روزی هم در تقویم ما، تقویم رسمی ایران، به اسم روز شعر و ادب فارسی داریم که در واقع 27 شهریور هست، همزمان با روز وفات شهریار در واقع نامگذاری شده و این فقط مختص خود ایران هست و تقریبا همون هم همه ساله در بیتوجهی میگذره و برای اون هم اهمیتی قائل نمیشن. با این حال شعر فارسی در جهان جایگاه بسیار بسیار بالایی داره و همون جوری که گفتم چنانچه و اما با وزیدن نخستین نسیم انقلاب‌های جهانی از جمله انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب صنعتی انگلیس، انقلاب روسیه، روشنفکران و دوستداران ایران در داخل و خارج کشور به فکر جهانی سازی ایران و همگام کردن کشور با تحولات جهانی در همه زمینه‌ها افتادند. در ایران پیشینه تاریخی آغاز جهانی شدن شعر دست کم به
دست کم به 100 سال قبل و زمان انقلاب مشروطه برمیگرده. در این دوره شعر فارسی با عنوان هنر ملی و تاریخی ما مثل سایر بخش‌های جامعه قدم در راه جهانی شدن گذاشت و جهانی شدن شعر ایران هم دلایل بسیار زیادی داره که برخی از اونها همون دلایلی هستن که عامل پیدایش انقلاب مشروطیت ایران شدن. از جمله دلایل جهانی شدن شعر کلاسیک ایران رو میتونیم به موارد زیر اشاره کنیم: تأثیر انقلاب مشروطه، مجاهدت‌های روشنفکران داخلی و خارجی، تحصیل کردگان، شاعران و نویسندگانی که در خارج از کشور مراودات داشتند، تأثیر نوروز در جهانی شدن فرهنگ ایرانی، تبادل فرهنگی، رواج بازار نقد و نظریه پردازی، انقلاب ادبی نیما یوشیج و تأثیر روزنامه نگاری و ترجمه رو میتونیم به این مسائل، به این موارد اشاره کنیم. در پایان اگر که اجازه داشته باشم میخوام که این صحبت‌های خودم رو با یکی از اشعار خودم که در مجموعه شعر میتیلینی چاپ کردم و محصل در واقع دوران پناهندگی من و تجارب سختی بود که در دوره مهاجرت داشتم، با این شعر، یکی از این شعرها صحبتم رو به اتمام برسونم. نسلم شاید به تبار کولیان مکزیک برگردد که در کوچه های مادرید با زنگ صدای جیپسی کینگ رقص های مادریزادشان را پای می کوبند. نسلم به ایلیاتی های دامنه های زاگروس، به مادینگان کوههای آلپ، به زنان یونانی آکروپولیس، به نقاشی های برهنه مایاها در غارهای کشک نشده شاید برگردد. من خودم را در تمام ایستگاه‌هایی که اندکی مرده‌ام جا گذاشته‌ام. این بار که آمدی برایم باری نقاشی کن و خاطره پرواز را در پرهایش رها کن. می‌خواهم پرنده‌ای باشم. با سپاس از شکیبایی شما دوستان. تشکر از شما سرکار خانم بابت موضوع بسیار زیبا و کاملتون، مخصوصا این سرودی که در انتها فرمودید بسیار عالی بود و روایتی از همه عزیزانی که به نوعی مهاجرت کردن و شرایط سختی رو تحمل کرد. دوستان اگه در مورد سخنرانی سرکار خانم نقطه نظری هست خوشحال میشیم که با ما به اشتراک بذارن. و در بحث بعدی به قسمت بحث آزاد که موضوعش با موضوع عدم تبعیض به مناسبت روز جهانی، روز بین‌المللی رفع تبعیض نژادی، همونطور که عزیزان میدونن در ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره شده و چند سند از سند ایسی یونسکو. من اینجا ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر رو براتون میخونم، میدونم که همه دوستان اطلاع دارن. هر کس میتواند بدون هیچ گونه تمایز، خصوصا از حیثیت نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگری و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت و یا هر موقعیت دیگری از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است بهره مند کرده. وقتی ما این ماده رو مقایسه میکنیم با رفتارهای جمهوری اسلامی میبینیم که تمام این موارد این ماده از طرف جمهوری اسلامی نقض شده و میتونیم بگیم تمام اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نقض شده و سران جمهوری اسلامی همیشه مدعی هستن که حقوق بشر رعایت میشه، همونجوری که دیدیم که تو تریبونایی که در اختیارشون هست. لازم به ذکره که خدمتون عرض کنم که تبعیض در قانون اساسی کشور هم پیشبینی شده در اصل 19، 20 و 21. جمهوری اسلامی قانون اساسی خودش هم رعایت نمی کنه و مدعی است که حقوق بشر اسلامی داره که تعریفی واژگونه از حقوق بشر است و بارها به علت نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی
ذکر شده و خواسته از جمهوری اسلامی که حقوق بشر رو رعایت کنه و ناقض اون نباشه. ما شاهد تبعیض‌ها و رفتارهای نجات پرستی و بیشماری در نظام جمهوری اسلامی هستیم. به عنوان مثال میتونیم در مورد زنان که حجاب اجباری، پیروان سایر ادیان، اقوام ایرانی از کردها، بلوچها، عربها، ترکها و مهاجرینی که در ایران هستند و غیره نام ببریم. تبعیض‌هایی که به علت حاکم بودن سران شیعه و امتیازات ویژه به روحانیت و ساختار نظام ولایت فقیه و آموزش‌های دینی است که هر جا اعتراضی نسبت به این ساختارها و تبعیض‌ها در این 44 سال به حکومت جمهوری اسلامی شده، همیشه با خشونت‌های بد از طرف حامیان و خود نظام صورت گرفته. جمهوری اسلامی در 44 سال به هر طریقی به صورت سیستماتیک موارد حقوق بشر رو نقض کرده. نمونش در این انقلاب نوینی که به نام زن زندگی آزادی هست، ما شاهد این هستیم که تبعیض‌های و رفتارهای نجات پرستی آشکارا همه دیدیم توی مدیاها، دیدیم که چه برخوردهایی میشه و قشر خاصی بر مردم حکومت و فرمانروایی میکنن که این قشر خاص وابسته به رژیم جمهوری اسلامی هستن که همان نقض حقوق برابری هست. شاید سرکوب ها، اعدام ها، زندانی ها و غیر از طرف حکومت بودیم و هستیم و یه خواسته اکثریت مردم و ما فعالین حقوق بشر داریم، پایان دادن به این تبعیض‌ها به صورت ریشه‌ای هست و خواستار این هستیم که با ناقضین حقوق بشر در جمهوری اسلامی، یعنی اونا محاکمه بشن و بابت نقض‌های حقوق بشری که انجام داده. و وقتی برابری و در جامعه حکفرما بشه، خب تأثیرات مثبتش دامنگیر همه اقشار جامعه میشه و فعالین حقوق بشر که ما هم جزشون هستیم باید افرادی که مورد تبعیض قرار گرفتن در این 44 سال و در این زمانی که هستیم حمایت کنیم و با در نظر گرفتن، یعنی در نظر نگیریم که چه دینی دارن، چه نژادی دارن، اصلا برام مهم نباشه، چون شعار ما و مردم ایران برابری است. حال یه سوال اینجا پیش میاد: قوانین تبعیض آمیزی که در جمهوری اسلامی صورت میگیره آیا ریشه در فرهنگ داره یا قانون و اجرای آن توسط جمهوری اسلامی؟ اگر در فرهنگ وجود داره، چه راهکارهایی باید صورت بگیره که اجراش متوقف بشه؟ و یه سوال دیگه واسه من خیلی جالبه: جمهوری اسلامی آیا نمیتونه حقوق بشر رو رعایت کنه یا به خاطر قانون اساسی که به موازین اسلامی در انتهاش همیشه ذکر شده به خاطر این موضوع هست یا به خاطر اون موازین اسلامی هست که نمیتونه نفی کنه قانون اساسی خودشو؟ خوشحال میشم نظراتتون رو در این رابطه با ما به اشتراک بذارید. جناب آقای عرابی بفرمایید. ممنونم از شما خسرو پهنا، خسته نباشید. در مورد سوالتون میتونم بگم که منفعت جمهوری اسلامی تو نبودن حقوق بشر توی ایران، چون واقعا از بغل این که مثلا حقوق بشری در ایران اجرا نمیشه به خیلی جاها و خیلی منافع داره میرسه. یکی از کارهایی هم که انجام نمیده، مثلا میشه اشاره کرد به توزیع نکردن متوازن سرمایه در میان گروه ها و در میان شهرهای مختلف.
جلوگیری از تدریس، ترویج زبان مادری و مسائلی از این دست. وگرنه توی قانون اساسی جمهوری اسلامی خیلی اشاره شده به برابری از نظر از نظر زبان، از نظر قومیت، از نظر جنس، ولی خب واقعا می‌بینی که مردم در از تبعیضی که در جمهوری اسلامی هست رنج می‌برن. و اگه هم بخوام یه اشاره‌ای هم بکنم به تبعیض در جامعه جهانی، میتونیم زمان کرونا رو مثال بزنیم که خب کشورهایی که خیلی قوی بودن، قدرتمند بودن، مثل انگلیس، مثل آمریکا، مثل کانادا، بیشتر از نیاز جمعیتشون واکسن داشتن، ولی خب کشورهایی که توسعه نیافته بودن یا فقیر بودن واقعا با کمبود واکسن روبرو بودن. نمیشه فقط گفتش که این تبعیض در ایران، در جامعه جهانی هم بوده، ولی خب بیشتر ایران تبعیضهایی که میذاره، خودتونم باز بهتر میدونین، تبعیضهای قومیه، تبعیضهای نژادیه، که خب واقعا اهل سنت رو در کشور به شدت تحت فشار میذاره، همیهنانی بهاییمون رو به شدت مورد آزار اذیت قرار میده و میشه گفت درویش ها رو که اصلا مورد تاییدش نمیدونه و فقط جمهوری اسلامی و مذهب شیعه رو قبول داره. ممنونم از شما خسروپناه. مرسی. من مایک رو رها میکنم. تشکر از شما جناب آقای. بله دقیقا درست فرمودید. همیشه جمهوری اسلامی یه دو قطبی ایجاد کرده. همکاری گرامیمون خانم نجاتیان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. خانم نجاتیان صدای من باز شد؟ بله. در خصوص تبعیض، چون من موضوع کنفرانسیونم تبعیض جنسیتی بود، میخواستم اینو بگم که در ایران بین زن و مرد علاوه بر اینکه موضوعاتی که ما گفتیم، از کوچکترین امکاناتی که برای حقی که برای زنان هستش باز هم تبعیض هست. مثلا شما فکر کنین اگر تصادف کنین با یه زن برخورد کنین با یه مرد، دیگه ای که میدین خیلی تفاوت داره. این خیلی، یعنی ببینین انسانو چقدر تبعیض قائل شدن. یا مثلا من در خصوص، چون کوتاه میخوام بگم که دوستان دیگه هم اگر نظر دارن بگن، بحث اینی هستش که مثلا من یه کارمندم، شما هم یه کارمندی، من بازنشست میشم، شما هم بازنشست میشین. اگر که یه مرد بازنشست بشه در جمهوری، نمیدونم در قوانین کشورهای دیگه چجوری هست، من هم مالیات میدم، شما مالیات میدی، من هم از حقوقم بازنشستگی کم میشه، از شما کم میشه، اما به محضی که من ببینم همه چیزا قطع میشه، اما برای مرد این اتفاق نمیفته. اینها همه ببین از کوچکترین جنبه های اجتماعی بگیریم تا برسیم به اون بالاش. و من فکر میکنم در همه جا این عدم تبعیض به صورت یک شعار در اومده. الان شما با ورود، خب من اصلا برام فرقی نمیکنه، همه کشورها همه انسان ها خوبن، اصلا اگر حق برای اون، برای من اصلا، من برای همه عین هم میدونم، هیچی نمیخوام، ولی من الان به وضوح دارم میبینم در جایی که زندگی میکنم رفتارشون با من ایرانی و رفتارشون با یه اوکراینی. من میدونم که اوکراینی ها قربانی اروپایی ها شدن و ما ایران داریم قربانی بلوک شرق میشیم، اما این رفتار، یعنی ببینین تبعیض در همه جوامع به صورت ها و به شکل های متفاوتی هستش، از جمله ایران خودمون که به وفور. ممنون از شما. بله، تبعیض همیشه بوده و هست. حالا یه سری جاها به صورت آشکارا هست که ما همونجوری که فرمودید در مورد خانم ها و یه سری هم در مورد این اوکراین که خب مشهود نیست و باید حس کنیم. شخصا دوستان اگه نقطه نظری دارن خوشحال میشم. و یه موضوع من میخواستم بفهمید آقای مجتبی شیخ علی بفهمید. مایک در اختیارتون. با عرض سلام و درود خدمت شما همه دوستان، من شیخ علی میرعلی هستم. ببخشید من فامیلتون رو. خواهش می‌کنم. سلامت باشید آقای خسروپناه عزیز. خواستم سال نو رو پیش خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت بگم.
و اینکه آرزومندم که همه سال خوبی داشته باشن و از نطق خانم نجاتیان و خانم بروتفن عزیز نطق قراشون خیلی تشکر میکنم و این شعر به ذهنم رسید، شعر از خانم پروین اعتصامی که چه قدرت در عمل پیدا کنم من تمام مردها رو میکنم زن، که تا زنها شون از قید آزاد مگر گیتی ز نسوان گردد آباد. این واقعا این تبعیض در مسائل روزمره ما داخل ایران هم هست، همیشه بوده و هست، چه از بابت ارث، چه از بابت تصادفات، چه از بابت حق بیمه، حق اولاد و همه حقها داخل ایران بوده و حتی فقط شامل زن و مرد نمیشه، شامل گروه ها، قومیت ها، دین ها، ادیان مختلف و حتی حیوانات، یعنی در جای طبیعت هم ما تبعیض قائل میشیم داخل اسلام و داخل ایران. این کلا ریشه داره، ریشه بدوی داره در داخل این دولت اسلامی که از بد و از بد ورودشون داخل ایران به این به قول معروف تفرق پراکنی و به این حالت پیدا کردن که بتونن به قول معروف سلطنت کنن به ماها. این از بد بوده بابت اینها. خیلی ممنون که وقت گذاشتید شنیدید حرفای منو، خیلی ما آزاد میکنم خدمت شما. تشکر از شما همکار گرامی. بله همونجور سیستمی که جمهوری اسلامی میخواد همینه که همیشه باشه و اون به قول معروف آب و گلالود کن و استفاده کن. خانم تیموری. بله سلام و ادب خدمت همی همکاران عزیز، ممنون از توضیحاتتون. در مورد تبعیض که مشخصه تو ایران تو همه زمینه ها تبعیض میشه، اما چیزی که بیشتر تبعیضش رو من میبینم علیه زنان هست که حتی ایران حاضر نشد که اون کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان رو امضا کنه، با اینکه یک سند بین المللی بود اما اصلا حاضر نشد اون رو امضا کنه. خیلی موارد تبعیض علیه زنان زیاد هست، مثلا توی ارث، توی دیه، توی حق طلاق، توی اینکه زنان نمیتونن قاضی باشن یا پست‌های سیاسی رو بگیرن، توی ضمانت اطفال، حتی تو زنان اقلیت هم میبینیم تبعیض هسته، تو ازدواج، توی خیلی چیزها، تو لباس پوشیدن، تو سر کار رفتن، تو حقوق و مزایا. یعنی واقعا توی ایران حقوق زن رو واقعا زیر پا میذارن و اصلا رعایت نمی کنن و تبعیضی که بین زن و مرد توی ایران وجود داره فکر میکنم جای دیگه کمتر باشه و زنان خیلی توی این مورد آسیب جدی میبینن توی ایران. من این تبعیض علیه زنان رو اصلا توی ایران واقعا نمیتونم تحمل کنم و حق به زنان ایران میدم که الان دارن واقعا این اعتراضاتشون رو انجام میدن و امیدوارم که به ثمر بشینه. واقعا من از این بی‌عدالتی و تبعیض علیه زنان تو ایران واقعا آدم ناراحت میشه اینا رو میبینه. یعنی واقعا حق زن تو ایران نمیشه اصلا گفت، واقعا حق ما رو، ما برای چی اینجا هستیم؟ به خاطر همین بی‌عدالتی و عدم تبعیضی که دیدیم واقعا نمیشه تحمل کرد. اصلا نمیدونم بعد چی کار کرد که این تبعیض درست بشه. ممنون. بله خواهش میکنم، درست فهمید. یه سری مخصوصا خانوما در این رابطه عواطفشون واقعا وقتی صحبت از این تبعیض‌ها میشه درک میکنم حس شما رو که چه تبعیض‌هایی صورت گرفته به خانوما. خب ما مردها هم شاهد هستیم که دیدیم چه واقعا چه تبعیض‌هایی صورت میگیره. تشکر میکنم. بفرمایید خانم پور بروتفن، مایک در اختیارتون. صدای من هست؟ بله. خیلی متشکرم. چون به بحث فرهنگ هم شما اشاره کردید، من خواستم به این مسئله اشاره کنم. با توجه به اینکه ساختار جامعه ایران یک در واقع و جزء اصول قانون اساسی این کشور بحث هماهنگی دین و
سیاست هست و خب جامعه ای که بر پایه دینی داره در واقع تمام قوانینش رو تنظیم میکنه و به طور حتم اون جامعه دارای اشکالاتی خواهد بود، چون وقتی که شما دین رو میاری در جزء قانون اساسی کشور قرار میدی و میخوای قانون تمام قسمت‌های مختلف اجتماعی و مملکت داری خودت رو بر اساس اون استوار کنی، قطعاً با مشکل مواجه خواهی بود. از اون طرف این ریشه دار بودن به هر حال بحث دین سالارانه در جامعه ایرانی به نظر من یکی از آفتهای اصلیش این هست که متاسفانه بسیاری از خود خانواده ها هم در واقع یه جورایی دامن میزنن به این تبعیضی که میتونه در واقع به شکل خیلی وحشتناک و فاجعه آمیزی ما در جامعه میبینیم تاثیرگذار باشن. وقتی خانواده از بچگی کودک خودش رو به لحاظ جنسیتی میاد تمایز قائل میشه و یک سری محدودیت ها رو برای دختر خانواده در نظر میگیره، خب قطعاً اون کودک در یک جامعه، در یک خانواده ای که اون امنیت لازم رو نداره وارد اجتماع میشه و از اون طرف وقتی وارد اجتماع هم اجتماعی که با همون نگاه دین سالارانه داره نگاه میکنه و قوانین رو تنظیم کرده برای اون مشکل زا هست، قطعاً هیچ وقت اون احساس امنیت، آزادی و رهایی رو که زنان در جوامع دیگه دارن رو تجربه نخواهند کرد. به اضافه این که و به نظر من شاید فقط همین آگاهی رسانی ها در واقع بتونه کمک بکنه به مردم جامعه که با برداشتن نگاه های جنسیتی بتونن که حداقل تا حد زیادی رفع این تبعیض ها رو هم ما ها در نسل‌های بعد شاید شاهد باشیم. بله، تشکر. دقیقاً یه نکته نظری که من اگه اجازه داشته باشم از وقت خودم اینو موضوع رو خدمتتون عرض کنم. ما یه سری تبعیض‌هایی داریم که تو فرهنگ ما با ما آمیخته شده. باید اون تبعیض‌ها رو که تو فرهنگ ما هست تو خانواده، همونجوری که شما فرمودید سرکار خانم، تو خانواده ها اول، یعنی از بنیان بیایم ریشه کن کنیم اون تبعیض ها رو، همینجور که مسئله جنسیتی که شما فرمودید، یا حتی به این صورت که شما بارها و بارها پیش اومده یک جوکی رو مربوط به اقوام شده صورت، یا مثلا تو زمان حالی که هستیم یه سمبولی هست به نام حاجی فیروز، خب یا یه عنوانی هست به نام سیابرزنگی. این فرهنگ ها و این چیزا باید تو خانواده ها حذف بشه. این احترامات باید آموزش، حالا خانواده بنیانشه باید آموزش بده و جامعه، یعنی اون نظام حاکمه هم که خب باید تو آموزش پرورش اینو زمین ساز کنه، که متاسفانه نظام حاکمه نمیخواد این کارو بکنه و ما فعالین حقوق بشر و خانواده ها وظیفه داریم که این فرهنگ سازی رو بکنیم که یه سری فرهنگ های غلط از بین خانواده و جوامع حذف بشه. من اینو خواستم عنوان کنم. دوستان اگه در مورد این بحث تبعیض نقطه نظری دارن خیلی خوشحال میشیم، که چون بحثیه که میشه ساعت‌ها در موردش صحبت کرد. بعد تشکر از شما که امروز در این جلسه حضور داشتید. من یه جمع‌بندی بکنم. ما فعالین حقوق بشر وظیفه داریم که افشاگری بکنیم و تمام نقص‌هایی که در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی انجام میشه آشکارا به هر صورت در مدیاها و در اخبار استفاده کنیم و آگاهی بدیم به مردم ایران که اطلاع داشته باشن از شرایطشون و مواردی که هست، و اینکه باید تلاش، اگر امروز 50% تلاش میکردیم، باید تلاش روز افزون بیشتر بشه تا این زنجیره ادامه دار باشه. فردا روز دوستانی هستن که بتونن این اطلاعات و این موارد رو انتقال بدن.
تشکر میکنم از همه دوستان، سپاسگزارم که امروز در این جلسه شرکت کردن در نمایندگی منطقه شمال آلمان حضور داشتن، و از همه عزیزانی که در بحث آزاد شرکت داشتن و سخنرانان گرامی، و عزیزانی که در برگزاری جلسه با ما همکاری داشتن، منشی جلسه خانم غزاله سادات عبتی، به نام منشی جلسه، ضبط صدا و تدوین خانم فهیمه تیموری و آقای محمد رضا صالحی، ادمین ها خانم لیلا ابوطالبی و آقایان مصطفی گودرزی و علی صالحی. سپاس از همه دوستان. من ختم جلسه رو در ساعت 13:20 به وقت اروپای مرکزی در تاریخ 19 مارس 2023 اعلام میکنم. خیلی ممنون از شما دوستان، تشکر میکنم که جلسه رو برگزار کردیم و با ما همکاری کردیم. ممنون.